روز سهشنبه هلیکوپتر حامل راتکو ملادیچ فرمانده سابق ارتش سربهای بوسنی در محوطه بازداشتگاه زندان اسخفنینگن لاهه هلند فرود آمد آقای ملادیچ ژنرال سابق و مرد 69 ساله امروز شاید هیچ وقت به فکرش هم خطور نمی کرد که دولت سربستان مستقل روزی وی را دستگیر و تحویل دادگاه بین المللی لاهه دهد تا به اتهام نسل‌کشی محاکمه شود. دادستان دادگاه بین المللی لاهه میگوید در سالهای گذشته بیش از ده بار در بوسنی بودم و هر بار که با بازماندگان قربانیان و سازمانها گفتگو می کردم اولین درخواستشان از مجامع و دادگاه بین المللی دستگیری راتکو ملادیچ بود البته که برای دیوان بین المللی خیلی مهم است و افسر نظامی ارتش سرب بوسنی است که در لاهه محاکمه می شود و برای عدالت جهانی نیز مهم است چرا که پیام قاطعی را می فرستد که آنهایی که بدترین قصاوت و شقاوت را مرتکب مرتکب شدند دیر یازود، دستگیر خواهند شد آگاهیم که باید از شروع هرچه زودتر دادگاه در عالیترین شرایط ممکن اطمینان حاصل کنیم برای بسیاری از سربها ها ملادیچ قهرمان ملی و برای بسیاری از بوسنیایی های مسلمان وی قاتلی است جنایتکار